کینه کردم. تو نگو، طعنه زدم. تو نزد، خواستم آقایی کنم نشد. توی آقایی کن نشد. سلام. هیچ معلومه این چند روزه کجایی؟ میدونم که گرفتار بودم. 3 روز خط خوابیده. 100 بار بهت زنگ زدم، حداقل جواب منو بده. دست آخر یه نفر از شهر آوردیم واسه تعمیرات خط. خب خدا رو شکر درست شده دیگه. آره درست شد، اما باید تو درستش بیکردی، تو راش مینداختی، نه یه نفر دیگه. تازه اونم بعد تعطیلی 3 روزه خط. خب که چی؟ سربندی عوضت خاصه، باید بری حسابداری واسه تصفیه حساب. یعنی چی تصفیه حساب؟ یعنی چی شو دیگه من نمیدونم. اونم بیراه نمیگه. اگه قرار باشه هر کدوم از ما بخوایم یه خسارتی بزنیم به کارخونه که کلک کنده است. ببین اون کار کردم و جون کندم تو این کارخونه، سود رسوندم. حالا تصفیه؟ ریسه هست؟ بله مهندس هستش، ولی گرفتار نمیتونه کسی رو ببینه. من کارم فوریه خانم. گفتم که الان نمیشه. خانم من الان کار دارم باش. من شما که نمیتونی برای آقا تکلیف روشن کنید. به من گفتی کسی رو نمیبینه. خانم یه تلفن بهش بزن بگو من باش کار دارم. نه ایم آقا، لجبازی نکن، الان حالش خوب نیست، گیر نده، بذار فردا پس فردا. خانم حال منم خوب نیست، شما میدونی من چی کشیدم تو این چند روزه؟ این بنده خدا خودش 1000 تا مشکل داره. به من چه که مشکل داره، من الان باش کار دارم. آخه مقصر خودتی. نه ایم آقا، چند روزی بیخبر انداختی رفتی، کلی ضرر زدی به کارخونه. نه که پیر الان. نه ایم آقا. سلام. آه چیه؟ چی میخوای؟ شما گفتین من تصفیه حساب کنم؟ بله من گفتم. اصلش گفته بودم رات ندم، اضافه کاری کردم. فرد خدمتشون میرسم. همینجوری اومدی تو که چی؟ ها؟ بگو حرفتو. چند سال دارم زحمت میکشم آقای سربندی. شب گفتم نه روز گفتم. وظیفت بوده. مایهشو گرفتی خب. آقای سربندی من منت ندارم، ولی حق من نیستم نون خوردم بیفتم. آقای نعیم گلمکانی، اینجا کارخونه است، کارخونه سرا. فهمیدی؟ اتوبوس نیست که هر وقت دلت خواست بیای تو میلره بگی نیفتی. دوفا من اینجا ملک شخصیه، مال خودمه، حقشو دارم. حال میکنم اینجوری باشم. بهم ضرر زدی فهمیدی؟ بعد اومدی طلب کارم هستی؟ آسر بندی گرفتار داشتم ناصر بودم. گور پدر تو ناصر داداشه. حرف دهنتو بفهم، چی کار داری به بابا داشتم؟ 3 روز خط تولید من خوابوندی، داداشم بودم. برو بینو. شما خانوادگی انگار یک کرباس نره چی تو رو راه داده بیه تو. خانم رئیسی، چند تا آدم تو دنیا هستن؟ نمیدونم، ولی خیلی هم. خب اگه هر کدومشون یک کار داشته باشن خیلی میشه. آره خیلی میشه. وای پس خدا خیلی باوشه. نه خب معلومه که خدا باوشه. خب خداست دیگه. مامان میگو خدا هر که اونه که بهش نزدیک زدن رو سیدتر گوش میکنه. خب معلومه. راست میگن خدا تو آسمونه؟ منم شنیدم ولی درست نمیدونم. هر کسی واسه خودش یه چیزی میگه. فکر کنم خود آدم بزرگه هم آدرس خدا رو جمع کرده. داداشی باز چی شده؟ یه چیزی بگم نمیدونم. اول رو ببینم چیه؟ نه چه اول قول بده بعد من میگم. بفرمایی زنمو تو بخوری آرومه دیگه. دست درد نکنه عزیز دلم، اینقدر بیتابی نکن. به خدا اینجوری هیچی درست نمیشه. یه خود از این گلگاب زبون بخور آروم میشی. نمیتونم دیگه، نمیتونم صدیقه خانم، به خدا دارم خفه میشم. پاشو ببین کیه. آفاق جون، عزیز دلم، خدا بزرگی.
خدای نکرده اگه بلای سرت بیاد چه خاکی تو سرمون بریزیم. تو امانتی دست ما عزیز دلم. دیگه دلم به زندگی نیست. بمیرم راحت ترم بمونم چی کار کنم چه خاکی تو سرم بریزم. زبون بده هم بگیر دختر، خدا نکنه. خود استراحت کن آرامش بیا عزیزم. پس به حرف منم گوش میکنه دیگه. منم هنوز کوچیکم نه؟ خب معلومه که تو هنوز کوچیکی آجی کوچولو. خب آخه من این چند روز یک سر واسه امناسه دان کردم هشتر خدا لابد سلا ندونسته. شاید هم مثلا صدا من نشنیده. این چه حرفی خواهدون خدا صدا هنوز گوش نده. خوش اومدین آش خانم، خوش اومدین. خوش اومدین انشالله. شرمنده تونم به خدا، ببخشید. نعیمم قصد مردم آزاری کسی رو نداره، پیش اومده. دیدم خبر مبر نیستش، اومدم اینجا خبر بگیرم. منم کرایمه بدون، من ده که زده خورد خورجمه بگیرم بخورم، من ده زندگی کنم. قربانت برم. بتول خانم، به خدا چاره ای ندارم. اگه طلا ملایی داشتم یا اساسی تو خونه داشتم حتما میفروختم، از خجالت شما در میامم. خدا نکنه، خدا پامی بشکنی اگر من خیانت داشته باشم. الله شده سلامتی برسن انشاءالله به حق. این چه حرفیه میزنی بطول خانم؟ شرمنده تونی، به روح آقام خجالت زده تونی. چشم، اجازه بدین نعیم بیاد، از خجالتتون در میام. من ده بالاخره مادم میخوام برم دیگه. کاش حالا که بالا نمیای برم براتون یه چایی بیارم. قربونت برم من. اینجوری خیلی بد شد. نه بابا. تشریف میبرین مادر؟ بله. بلند شو. خدا حافظ. ببخشید تو رو خدا. خدا با این حالتون بذارین اینو تا جلوی در بیارم. قربونت برم. میدونی تا اونجا چقدر راهه؟ خب هرچی. بادو بادو میکنیم زودتر برمیگردیم. جواب مامانم پس خودم بده. باشه، جواب مامان با من. یعنی کجا موندن؟ چیزی به غروب نمونده. حتما سرشون به بازی گرم شده، میان هر جا باشن. بیا دیگه. خیلی خوب دیگه اومدم. شدی. حالا زودتر دعاتو بکن که دیرم شده. اه مگه تو دعا نمی کنی؟ تو کاری به من نداشته باش، زودتر دعاتو بکن. اگه دوتاییمون با هم دعا کنیم دعامون زودتر مستجاب میشه. باشه، از دستتو. رضایت شما دل یه خانواده رو شاد میکنه. هیچ میدونین این کار شما پیش خدا چه ارزشی داره؟ اونا چشم‌براهن. اگه شما رضایت بدین. مطمئن باشین برادرتون هم اینجوری راضی تره. به هر حال به حرفای ما فکر کن.
چی میگن آقا نهی؟ چی شد نهیم جان؟ ازم میخوام قلب ناصر رو اهدا کنم. نه 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 صدیق نه. اسفندیار اونجا رو کجا؟ ببین اون کوه چقدر بلنده، اگه بریم اونجا حتما دامون مستجاب میشه. تا همینجا هم که اومدیم کلی دیرمون شده. مگه تو هم مناظر دوست نداری؟ خب معلومه که دوست دارم. مگه نمیخوای خوب بشه؟ خب معلومه که میخوام. سلام داداش. سلام. چه نمیای تو؟ خوبه، رد میشدم گفتم بیام یه سری بزنم بهتون. میمنت مغازه تنتاز. خیر ببینی مصطفی جان. چه خبر؟ چی بگم والا؟ میبینی که نعیم چی راضی شد آخرش؟ نه راضی نمیشه. میگه ما حق نداریم واسه کسی تصمیم بگیریم. اولا اون بنده خدا چجوری الان میخواد واسه خودش تصمیم بگیره؟ ثانیاً اون بیچاره که تصمیمشو گرفته حالا زبونی بوده، توفیرش چیه؟ به خرجش نمیره داداش. میگه چی کار کنم؟ منم که این وسط کاره ای نیستم. نه هرچی فکر میکنم به خرج من یکی نمیره، بی هیچ نیست. یعنی چی مصطفی؟ یا هرچی دو تا چهار تا میکنم میبینم نعیم رو راست حرف نمیزنه. این چه حرفی میزنی داداش؟ بحث رو راستی این حرفا نیست. این روزا کلافه است. خب حق داره داداششه. نه خواهر من، موقعیت مناسب دیده میخواد از این نمد کلاه حسابی واسه خودش بدوزه. خب طبیعیه، کیه که از یه پول قلم به بدش بیا. خجالت بکش مصطفی، یعنی واقعا نعیم رو اینجوری شناختی؟ پس فکر میکنی چند روز انداخته رفته کجا؟ معلومه کجاست. نه اونجوری که فکر میکنی نیست، رفته دنبال فروش، دنبال مشتری، پول خوبی میدن. خب این چه حرفیه داداش؟ برادرش پاره تنشه، چجوری دلش میاد؟ میاد، خوبم میاد. پای پول که میاد وسط دل آدم به خیلی کارا راضی میشه. مصطفی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوماً بما كانوا يكسبون. سلام آقا جون. سلام بابا. خدا قوت. خدا نگهدارت بابا. آقا جون چی بیامرز که؟ پسر مشرجبه بابا، شهر زندگی میکرده، سکته کرده، وصیت کرده آوردنش اینجا. اون که خیلی جوان بود. سکته کرده بابا دیگه، اونم یهو. بعدم تو چرا این حرفو میزنی بابا؟ مرگ پیر و جوون سرش نمیشه، هر موقع که وقتش شد میاد سراغت. چرا دفنش نکردن؟ یک سری از بستگانشون بابا رفتن شهرستان، منتظرن اونا برگردن. انشالله فردا دفنش میکنن. خیر پس امشب امامزاده ایم. امامزاده ایم نه بابا، من خودم اینجا هستم، شما برو به کارات برس. آقا جون چند تا لامپ گرفتم، میخوام کل امامزاده رو چراغونی کنم. خدا عزتت بده، دست درد نکنه. خیر ببینی بابا. خدا حافظ. خدا حافظ بابا جون. اگه دیر خونه یا واسه تو اتفاقی بیفته ما بابا منو میکشن. ولی اگه دوام مستجاب بشه میتونم خوشحال میشم. اصلا از کجا بله؟ دوام این بالا مستجاب میشه. خب کش جایی از اون بالا به خدا نزدیکتر نیست. اگه بریم اون بالا نزدیک نزدیک خدایی. داداش بلند شو.
زنگ به بابات بزن ببین کجا مونده تو این هاگیر واگیر. جواب نمیده بابا. خب کارخونه رو بگیر. اصلا به کسی چه؟ هر کی هر چی میخواد بگه. هر کسی نیستن مصطفی، خانواده منن. اصلا خانواده خودتم صداشون در اومده. ببین میمنت، بچه ده بودم، آخرش زور که بزنه میشه من. نمیخوام آخر عاقبتش بشه چی؟ بقال میدون ده. 4 صبا دیگه دندون رو جیگر بذار، 2000 بشه 4 قرون، بساتمون رو جمع میکنیم و میریم. آخه چه فرقی میکنه؟ مگه با بچه نمیشه رفت؟ فرقش اینه که نمیخوام بچه اینجا به دنیا بیاد. اولش که همشون میگن زن باردار رو کجا میخوای برداری ببری؟ بعدش که تازه میشه زایمان و بچه نوزاد، میشم شمرو یزید بخوام به دندون بگیرم زن و بچه‌م رو برمشون شم. حساب کنی تا آخرش همین آش و همین کاسه. چشم به هم بزنی شده قد باباشو وایستاده پشت همین پاچه. این هم آدم حسابی تو ده به دنیا آمده، عرضه داشتن حالا سطح شهری خدمتشونو میکنه. یعنی من بیارزم؟ بگو دیگه. حتما من بیارزم. سلام دایی. سلام زنده. سلام. چیزی شده دایی جان؟ بچه هم هنوز زنی مدن خونه. بابام هر چی زنی میزنم گوشیشو جواب نمیده. خب زنی میزدی کارخونه؟ زدم. بابا سربندی دعوا شده بچه هم از کارخونه زده بیرون. بمون پیش میمنت تا من بیام. یه روز بچه مغازه رو قفل کنیم بریم خونه. ولی یه کاش گذشت میکردی. این بنده خدا حال احوال خوش نداره. چی رو گذشت کنم جناب سروان؟ کلی بهم خسارت زده. من به خاک سیاه نشونده. هول میده. هولم داده. هر جو صلاحه. چی بگم بالا؟ اصلا امانت دار خوب نبودم. اصلا کاش بودی بهم میگفتی چی کار کنم. کاش بودی از این گرفتاری درم میآوردی. همین الان روم نمیشد بیام پیشت. شب و روز آرزو میکنم کاش من جای تو اون زیر خوابیدم. خب من گرفتاری بیچاره الان چیکار کنم؟ بگو چیکار کنم؟ بگو این دل بی صاحبمو چجوری راضی کنم؟ جای من اون زیر، کاش من اون زیر بودم تا این بالا بودی. خواستم ببینم خودت چه تصمیمی میگرفتی. کاش بودی یه چیزی بهم میگفت. کاش خود ناصر دو خط نوشته بود. هر طور فکر میکنم قلبم رضایت نمیده به این کار. آقا بندم چیکار کنم؟ خدا رحمت کنه آقات، مرد خوبی بود. آخه پدرم مرزیده، نمیگی اینجوری جماعت دل نگرونت بشن؟ اگه من نمیشناختم تو نمیدونستم که هر وقت گم میشی باسی اینجا پیدات کنم که قصه داشتیم تا صبح. با اون مردی که دعوات شده با زن و بچه چرا قهر کرد؟ پاشو نایم، پاشو بریم. برو بهشون بگو خوبه. من صرفان با آقام تموم نشون. پاشو نایم، هممون دلنگرونیم. دلنگرون چی این مصطفی؟ میبینی که حالا خوبه. تو برو من خودم برمیگردم. میگم بچه ها. بچه ها چی؟ اسفندیار و گلبانو هنوز نیومدن خونه. یا قمر بنی هاشم. جناب سروان ببین یه جای همین جا قایم شده. نعیمه به جون خود. نعیم آقای محترم شلوغش نکن. دست شما درد نکنه آقای مهندس. جناب سروان این خونه زندگی من، هر جا رو دوست داریم بگرد. آقا بریم بگردیم. جا رو من بگیرم. راست میگه بابا خونه نیست. ببین آقای محترم تا همینجاشم که اومدیم لطف سرخونه بوده. یعنی چی لطف سرخونه؟ چه خبر اینجا؟ خودش جناب سروان باز داشت. یه خودش نیومدن هنوز نیومدن. چی شده جناب سروان؟
ایشون از آقا نعیم شکایت کرد. بله. مهندس چه وقتی این حرفا؟ مهندس من مهندس نبود بر من ها. هی مهندس مهندس. آقا تمام زندگیمو به باد داده. فک و فامیلت هم جمعشن نمیتونن جبران خسارت کنن. های مهندس شما اجازه بدین بره بچه‌ها رو پیدا کنه. به امام حسین میاد خودشو تحویل میده. نعیم بگو که میری. من بچه‌ام بی خبرم سربندی. جناب سربان. بچه هم برم پیدا بکنم تحویل مادرشون بدم. به خدا قسم خودم میام پاسکو معرفی میکنم. ما دعا میکنیم پیداشن، ولی من از شکایتم دست نمیکشم. دروغ داره میگه، همین الان باید بازداشت بشم، فقط همین. شما مهندس نکنید، شما میمونم مهندس خدا رو خوش نمیاد. ببین این کارو با من کردی، تو تای پولم ازت میگیرم، همین فقط بازداشت. آی مهندس تو رو خدا، جناب سربا شما یه چیزی بگین، نه این تو یه کاری بکن. من شرمنده کنم به خدا، از دست من کاری بر نمیاد، شاکی خصوصیه. بچه‌ام نگران نباشید، من چند تا از مامورا رو میفرستم اهالی روستا رو جمع کنن بچه ها رو پیدا کنن. چجوری نگران نباشم دست تنها؟ امیدتون به خدا باشه. بفرمایید. نعیم. نعیم. من حالا چیکار کنم داداش چون همینجا بسی من میرم یکی رو پیدا میکنم بیاد کمک. این موقع شب که کسی نیست بیاد کمک، اما هم تایی که واگم با هم باشیم بهتر. بله. مطمئنی تو این مسیر باید دنبالشون بگردیم؟ آره خب مسیر مدرسهشون تو ده مسعود آباده، راه هر روزشونه. خاطر جمع جای دیگه قرار نبود برم. آخه کلی راه اومدیم، من با خبر ازشون نیست. نمیدونم، بذار از آبجی میپرسم. آبجی؟ بله. احتمالا نمیخواستن جایی برن، خونه دوستی رفیقی. یه حرفایی میزنی داداش. دو تا بچه دوست و رفیقشون کجا بوده؟ جلاره تو صحبتاشون چی؟ احتمالاً حرفی، چیزی، قراری؟ نه، من چیزی نشنیدم. داداش، اونا میخواستن قرار چی بذارن؟ تو هوای به این سردی نمیدونم بچه هم کجا. چه میدونم، گفتم شاید چیزی دستگیرمون بشه. گلبانو، اسفندیار، کجا این مادر؟ محسنی بله قربان. این بنده خدا نعیم گلمکانی رو برده بیار. چشم جناب. بیا بشین. تو هم میتونی بدیم. جناب سربان تو خدا بذار برم. بیا آی گل مکنی بخون به دقت زیرش جواب بده. اینم خودکار بذار برم بچه همون پیدا کنم. فردا پای چوبه دارم که بگین میام. بذار برم جناب سربان. ببین آقا نعیم، شاکی خصوصی داری، از دست منم کاری بر نمیاد. تنها کاری که تونستم برات بکنم که البته اونم وظیفه‌ام بود، فرستادن یکی از نیروهام دنبال بچه‌هاته. البته اگر آقای سربندی رضایت بدن
مشکلمون حل میشه. بذار برم بچه هم پیدا کنم برمیگردم فردا اینجا. روز شما میپیچی، حالا میخوایی شب بری؟ آقای محترم فردا باید بیای دادگاه پاسخگو باشی. زندگیمو به خاک سیانه شدی. تازه ضرب و شتم هم روش پروندهش. قول میدی؟ آره تو حسابت با منه، اونا هیچ گناهی ندارن. بذار برم. جناب سروان اینا کارشون اینه، این جماعت رو من خوب میشناسم، خودشونو میزنن به موشمردگی، اونم چی با بچه گم شدنشون، که چی بیان احساسیش کنن، بیان یه جوری بغض‌آلودش کنن، همینشو بگیرن مال خودشون، به نفع خودشون تموم بشه. اینا کهنه شده آقا. محسنی بله قربان ببرش بازداشتگاه. درکت مستعذر باشین، چند قلاده گل در منطقه دیده شده، لطفاً اقدامات لازم رو انجام بدید. منطقه گل دیده شده، یهو نفهمیدم چی شد، فرار کرد. تو کجا بودی؟ ماشینم با خودش برد. ماشینو برد؟ ماشین کیو برد؟ آقای سربندی. زلفقاری همان کردی؟ دارم بیسی میدانم که باهایی بودی ببین بچه ها جمع برین جاده ورودی بودن کن، همونجا باشین، تو من بهتون بگم مواظب باشین که از شهر خارج نشه. آقای سربندی، یواش.
این کاری بکنی. ببین جناب سروان، باید از این جماعت ترسید. اصلا از کجا معلوم که دروغ نگفته باشم بچه‌شون گم شده؟ ها اون داره دروغ میگه، بقیه هم دروغ میگن، اهالی روستا هم دروغ میگن. اشکای مادرش چی؟ ای بابا شما چقدر ساده ای جناب سروان، اینا همشون از یه قماشن بابا، دهاتی جماعت هم دیگه. ببین من خودم قصد زادم، ناشنیستم به این جماعت. بابا من خودم هم جناب سربان فرق میکنه، من هم دهاتیم، یعنی روستایی، من هم روستایی هم دیگه. من اینجا زحمت کشیدم، کار کردم، اینا همش تو رویا بودن. خب من دویدم پدرم در اومده. ببین به جای اینکه گناه دیگران رو بشوری، 2000 وزنت رو کم کن که بتونی راه بری. لاغری مزمت کن. ای خدا، ای خدا جناب سروان. هستی؟ بله. اصلا میدونی دعوای امروزشون سر چی بود؟ دعوای کی؟ نعیم دیگه با سربندی. میدونی سر چی دعوا کردن؟ نمیدونم، فقط میدونم جر و بس کردن، دعواشون بالا گرفت. نه اونجوری که فکر میکنی نیست، شرط مندم این آقا نعیم کار خودشو کرده، پول اومده دستش، یه پول گنده. دیده چندرقا سوق کارخونه دیگه چیزی نیست براش، بهونه جور کرده زده به کتوکول سربندی. بس کن مصطفی، به خاطر خدا بس کن. من چیزی نگفتم بابا. Thank you.
خسته نباشی بابا. زنده باشی آقا جون. میگم بابا شما خسته شدی، برو یه خورده استراحت. آقا جون شما دیگه چرا؟ خدمت به امامزاده که خستگی نداره که. چراغا رو درست کردم، یکم اینجا هم تمیز کنم. دست درد نکنه بابا. چراغ رو گنبد روشن شده، خیلی هم قشنگ. خدا خیرت بده انشالله. زنده باشی. چراغ امامزاده باید همیشه روشن باشه آقا جون. خدا عزت. یم آقا جون صدای این گرگا دل آدم رو میلرزونه. حکمان به دنبال شکار میگردن. آخه شب که میشه گرگا میان به بیابون. بیچاره اون بدبختی که گرفتار اینا بشه. یم آقا جون تا حالا دیدی به کسی هم حمله کنن؟ خدا رو به حق مهربونش قسم میدم هیچ جنبنده رو نصیب گرگ بیابون نکنه. باشو خواهی بده دادش کیفم سنگینه خسته شدن بذارم اینجا منم خسته شد دورت بگردم مادر دو سه رو تحمل کنی همه چی درست میشه خوبه خوب میشه میترسم چیزی برای ترسیدن وجود نداره مامان جان تو که مردی پسر گلم من که یه زنم ببینست هیچی نمیترسم مادم خوابای بد میبینم چشمو که میبندم میان سراغم نگرانه چیزی نباش مامان جان من پیشتم همه چی درست میشه بابا کجاست میشه اونم بیاد پلو آره که میشه مامان جان بابا یه کاری برش پیش اومد رفت بیرون کارش انجام بده زود برمیگرده خواب دیدم توی بیابون تاریک گم شدم و حیوانای وحشی میخوام بهم حمله کنن خیلی ترسیده بودم بابا میدوید که بیاد بهم کمک کنه اما هر چی میدوید اصلا طول سر میشد خیلی دورست بگردم مامان من بابا همیشه کنارت نگران هیچی نباش نمیذاریم هیچ کس و هیچ چیزی بهت آسیب برسونه ای کاش مامان باباها میتونستن جلوی مردن بچه‌هاشونو بگیرن چی
مستر زاده و یک شفوزو و معنی چیمون مستر زاده و یک شفوزو معنی چیمون مستر زاده و یک شفوزو معنی چیمون مستر زاده و یک شفوزو سربندی؟ کجایی تو؟ والا خودم هم نمیدونم وسط بیابو داریم با جناب سربان دنبال یه فراری میگردیم آخه امشب کار کنم گیر کردم امشب وقت این کار از خوب الان تو باید اینجا باشی پیش من پیش بچه‌مون وسط بیابونم یا رو گم کردم میگی چی کار کنم هر وقت باید باشی نیستی من نوکر تو و بچه‌مون هستم فقط یه امشبو به من مهلت بده من باید حال نعیم گل مکانیو بگیرم بیا منتظرت ببین چی میگم امشب شب این کارا نیست تو رو خدا زودتر خودتو برس الو قد شد یعنی چی الو الو نمیترسی تنهایی بری اونجا؟ نه داداشم مثل شیپور سرم هست بابا تو همین چون نذارمت پس من میرم زود با کمک برمیگردم به قبرستان گذر کردم کمابی بدیدم قبر دولت من دو درویش نه درویشی ز قبرش بی کفن ماد نه دولت من برد از یک کفن بی کمکم کنین آقا لطفا کمکم کنین درست بشین کشم
چی شد؟ خسته شدی؟ یکم بشین. رفتی موبایل رو این گرونی گرفتی؟ میگه تو چای ویلم بری آنتن میده. مردم دوست شدن دوست. کلو بردار. حالا به کی میخوای زنگ بزنی موقعی شد؟ بزنم. احتمالا اونم الان خوابه. نه بیمارستانه. بلا دوره. خودش طوریش نیست. بچه‌م مریض پیشون. ایشالله که شفا پیدا کنه. تو نوبت پیوندیم. همزن که هیچ خبری نیست. خدا صبرت. مریضی سخته. مخصوصا اگر پاره تن آدم باشه. آدم وقتی میبینه بچهش جلو چشش آب میشه این خیلی سخت. چند سالش هست؟ 9 سالش. بهت نمیاد. آره. من با یه زن فرشته‌ای زندگی میکردم. 10 سال تمام. بچه دار نمیشد. رحمت خدا رفت. خدا بیامرزش. خدا امداد شما رو بیامرز. نمیخواستم ازدواج کنم. اینکه خدا مروارید خانم گذاشت جلو. یه با ایشون ازدواج کردیم و اثرش هم شد همین بچه‌م. اگر که خستگی در رفته کم کم بریم. شما بچه داری؟ آره. دوتا. چطور مگه؟ خوبه؟ چی؟ بچه؟ نه همین حس پدر بودن دیگه. آره. این که آدم بدون خونش تو رگای کسی دیگه هم هست. دل با پسش میشه، نگرانش میشه. درسته اینه من؟ آره. مثل این بنده خدایی که از بعد از او داریم دنبالش میگردیم. آره درسته اینه من. حالم خوب شد. خدا رو شکر. دمت گرم رفیق. خیلی خیلیمونه دیگه. پاش بریم آقا. یا علی ترسیدی هم جون؟ مرده که ترس نداره. برای چی اینجاست؟ برای اینکه بابا فردا دفنش کنه. شما از مرده نمیترسی؟ مرده که ترس نداره بابا. باید از زنده ها ترسی. البته نه از همشون ها، از بعضی هاشون. خب پسر گلم، تو چرا به حرف خواهرت گوش کردی؟ تو که ماشاءالله بزرگ شدی، برای خودت مردی شدی. هیچ فکر کردی پدر مادرت نگرانت میشن یا نه؟ من بهش گفتم ولی لجبازی کرد، میخواست تنهایی بیاد، مجبور شدم. آره دختر گلم، کار خیلی بدی کردی ها. بدون اینکه اجازه از پدر و مادرت بگیری پا شدین اومدین بیرون. معلممون میگه خدا حرف اون که بهش نزدیکتر را زودتر گوش میده. گفتم بریم رو کوه، اونجا به خدا نزدیکتر بشیم. ببین دختر گلم، نیت خوب همون کوهه. اگه نیت خوب داشته باشی و کار خوب انجام بدی، مثل اینی که همیشه بالای اون کوه بلند پیش خدا ایستادی. میگم میخوام قلب عمومو بدم به یکی دیگه. فکر کنم چایی آماده است. برم چایی رو بریزم و برگردم. برو. مادرم رفت، بابام رفت، حالا ببین چه خاکی تو سرم شده. داداشمو به دندون کشیدم، دومادش کردم، یه جنازه از رو تخت بیمارستان. سن ناصر من چی؟ آخه من
من چه غلطی کردم؟ غلط کردم دور بریدم. من بچه هم از خودم بگو چه کار کردم. بگو من بچه هم کنم بچه هم میخوام مرگ حق. همه یک روزی میمیرم مثل این میت. نگاش کنی دیگه هیچ کاری از دستش ساخته نیست، حتی نمیتونه به کسی آزار برسونه. اهدای عضو همون مهربونیه. مطمئن باشید عموی شما بالای بلندترین کوه دنیایه. قلب اون باعث زندگی یک انسان میشه و یک خانواده رو از ناامیدی نجات میده. از این طرف بیاین، از این طرف. احتمالا بچه ها رفتن بالا دست چشمه. چه داغ دشلمه برای بچه های که انقدر گلن. اسفندیار خدایا شکرت. اسفندیار کجایی مادر؟ بچه ها اینجان چراغونی کردن، چه شکوی رنگ و برنگ الوانه. عروسی گرفتن؟ از روستا خیلی دور شده. معمولا عروسی رو تو خونه میگیرن، نه وسط بیابون. پس لابد عجبنه عروسی گرفت. نمیدونم، یه نمیتونم. خیر انشالله. نمیتونم. بریم ببینیم چی شده. نمیتونم. بذار کمکت کنیم. دست شما درد. سلام جناب. سلام. سلامت یابا. چه خبره؟ چی شده؟ بچه ها پیدا شدن. داخل امامزادن. خدا رو شکر. پدرشون هم از پاسگاه فرار کرد. تعقیبش کردیم. توی تاریکی هوا گم شد. نگران نباش جناب سلام. آقا نعیم هم اینجاست. نیم ساعت هست اومده. داخل پیش بچه هاست. Thank you.
کار درستی نکردی آقای گلمکانی، همه رو توی درسه انداخت. شما هم شب سختی رو گذروندی، بزرگواری کن به حرمت همین امامزاده، گذشت کن ازش. دنیا کوچکتر و بی‌ارزش‌تر از این حرف هست، بگذر ازش. کینه دل آدم سیاه میکنه آقا جون. اگه امشب شما از ایشون بگذری، ما هم از هم بگذریم، خدا ازمون میگذره. اگه بچه های این بنده خدا از بلا دور شدن، شک نکن که یه جا تو زندگیش گذشت کرد. پس بیا تو هم بگذر. هیچی دیگه، با این اوصاف ما شدیم متهم. من نوکرین امامزاده و بچه های این آقام هستم. بیا. ولی شما بهتر وظیفت رو انجام بدی جناب سربان. بلا فاصله بعد از اینکه رضایت نامه را امضا کنم پروسه پیوند را شروع می‌کنم. نه، همونطور که عرض کردم من خودم بایتون هماهنگ می‌کنم. آره، منتظر تماس من باشید. خدا نگهدارتون. دکتر، مگر نگفتیم رضایت دادن؟ بله، من گفتم رضایت دادن، الانم میگم. اما رضایت باید کتبی باشه، باید رسمی باشه. اونا هنوز امضا نکردن. تو حرف حسابشون چیه؟ چرا انقدر گربه میرخصونن؟ اگه صحبت مایه است من در خدمتشونم. بگیم برم جلو. انگار شما متوجه نیستید من چی میگم. اون بنده خداها که اصلا صحبت پول نکردن. دکتر، شما گفتی اینا آدم های خوبی هن. دستشون دو کار خیره. و مشکلشون چیه؟ والا چی بگم؟ به این راحتی نمیشه در مورد آدم ها قضاوت کرد. نمیشه قضاوت کرد، خودش قضاوته دیگه. دیدن دست ما زیر سنگ هر عدوازی در میارن. دکتر بچه نه، مگه اونا بچه ندارن که بفهمن من و مادرش داریم چی میکشیم؟ جواب اون زن چی؟ دیوونه شدم دکتر، بزرگش گردی بزن. کاش من میبرد. به هر حال من سعیم رو میکنم، هر طور شده با قیم اون خدا بیامرز تماس بگیرم. خدا کنه که جواب بده. دکتر، من یه خواهش میتونم از شما بکنم که هم بنده خدا خوشش بیاد هم خدا؟ بفهم. درخواست کوچیک. شما نه گرفتاری مریض بگیم از ارباب روشو داری. خب آدرس این رو بدیم به من. دکتر بچه، خودم برم ازشون اذیت بگیرم، به دست و پاشون بیفتم. این کار قانونی نیست، نمیشه. ما اصلا حق نداریم مشخصات اهدا کننده رو به شما بدیم، مخصوصا که هنوز اصلا قطعی نشده. که من میخوام برم گازشون بگیرم. دکتر رحمانی لطفاً روزان. من پیگیر هستم جناب سربندی، شما اصلا نگران نباشید، بالاخره تلفنشون جواب میدن. من برمیگردم. Thank you.
تشنم. کینه کردم تو نکو تنه زدم تو نزد خواستم آقایی کنم نشد توی آقایی کنم له شد بیا رضایت بده رضایت بده من بعد قلب برادر تو زیله پسر برادر فرهادم اگه اهل تقاسی تو رو اون آقایی که بچه ها تو بهت برگردون بس خودم تقاس بگیر ولی تو رو به بچه ها نبخشیم ببخشی تو ببخش بذار عمر بچه من به دنیا باشه منو ببخش ببخش منو
بفرمایید. قربون اون قلب مهربونت بشم. اگه سفره قلبم رو وا کنم میبینی که از خیلی ها دل خورم، چشامو میبندم رو هرچی گذشت، مهم اینه دائم کنار تو هم، دلم هر کجایی که تنها شکست یا وقتی که پاهم تو بارون نشست، دلم گرم بود آخه هر ثانیه، تو این زندگی رد پای تو هست، تو درمون زخمای بیمرهمی، تو کوهی و مردون پشت منی، جانم پر از حس آرامشه، تا وقتی به قلبم تو سر میزنی، تو درمون زخمای بیمرهمی، تو کوهی و مردون پشت منی، جانم پر از حس آرامشه، تا وقتی به قلبم تو سر میزنی. وقتای دنیا پر از ماتمه، یه جوری غریبم میونه همه، یه حال عجیبی که از وسعتش، من هرچی بخونم حسابی کمه، اگه حال خوب نگاهت نبود، اگه چشم من مات راهت نبود، اگه حس من